سلام به همه بینندگان و خوانندگان محترم خاماپرس. من فاطمه هاشم هستم و مهمان من امروز خانم شجاع، مبارز و مهربان، اولین والی زن در افغانستان و عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان. خانم سرابی، خوش آمدید. سلام خدمت شما، سلام خدمت خوانندگان و بینندگان برنامه شما. تشکر از محبت شما، از کلمات نیک شما. سلامت باشین، زنده باشین، خوش باشین. ممنون. در ابتدا اینجا شروع میکنیم. خانم سرابی، حبیبه سرابی چگونه تبدیل به یک زن مبارز شد و امروز این خانم موفق برای حق و حقوق زنان افغان روی میز مذاکره با طالبان چانه میزند؟ البته جو روزگار بسیاری وقتا میتونه انسان ها را به افراد مبارز تبدیل کنه. وقتی که آدم جو پیرامون زندگی خود میبینه، وقتی که ماحول خود میبینه، وقتی که محیط در او زندگی میکنه، آدم او را میبینه و ناملایمات، بیعدالتی، تبعیض، بعضی مسائل به چشم خود آدم میبینه و او را احساس میکنه. در این صورت است که آدم وادار میکنه که باید بخیزی، استاد شوی و در مقابلش مبارزه کنی. فقط آنچه که درد و رنج زنان افغان بوده، آنچه که رنج مردم افغانستان بوده، من او را احساس کردم و گفتم که حتما در مقابل اینا باید استاد شوم، ولو کوچکترین قدم را اگر بتونم در این را بردارم، باید این قدم برداشته شود. و من فکر میکنم هر کدام از ما اگر یک مقداری از این راه را بریم و قدم های را برداریم، قدم های بعدی را افراد دیگه که نسل دیگه که بعد از ما می باشه این قدم ها را خواهند برداشت. بله بله دقیقاً. خانم سرابی، در بدو فکر می کردین که گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه در حدود 7 ماه بعد از آن بکشن؟ من واقعیتش تصور این را داشتم که گفتگوها در بعد از آن خواهد کشید، برای از اینکه ما بدون برنامه و بدون پلان و بدون یک آموزش در رابطه با مسائل صلح نامده بودیم. در آموزش ها و تجاربی که از کشورهای دیگه داریم حتی بسیار طولانی تر از این است. ما دیروز یک بخش را همراه انستیتوت صلح اروپا داشتیم. تجارب بعضی از کشورها را اونا بیان کردن، به طور مثال در بحث اینتگریشن یا ادغام مجدد حتی گفتن 2 سال صحبت کردن. خب این پروسه یک پروسه عادی نیست و یک پروسه نیست که ما بتانیم به عجله او را پیش ببریم و برش به اصطلاح ددلاین یا ضرب العجل تعیین کنیم که چنین زمانی باید او را خلاص کنیم، تمام کنیم. فرمول ریاضی نیست که ما یک جمع یک مسایی به 2 میشه و یا ای که فرمول کیمیا که بفهمیم از این ماده کیمیا چنین چیز را استحصال میکنیم. یک مقدار زمان کار داره، صحبت باید شوه، موارد حلاجی شوه. 20 سال تنها طالبا با دولت در جنگ بوده، بیشتر از او هم زخم هایی که در داخل افغانستان وجود داره اینا همه ایجاب زیر میکنه که باید بحث بیشتر صورت بگیره تا بتانه موارد حلاجی شوه و به یک نتیجه مثبت برسیم. دقیقا. خانم سرابی، مهمترین و بزرگترین پیامی که قبل از رفتن به دوحه از زنان افغان گرفتین چی بود؟ بزرگترین پیام را که البته ما باید بگویم که ما با زنان در بخش ها در سراسر افغانستان تماس داشتیم. پیش از اینکه من عضو هیئت مذاکره کننده باشم، در اجماع ملی که من معاون شورای عالی صلح بودم، اجماع ملی که به ابتکار دفتر بانوی اول، وزارت امور زنان و همچنان شورای عالی صلح ترتیب شده بود، ما به نقاط مختلف افغانستان یا در ولایات مختلف افغانستان سفرهایی داشتیم و پیش از بعد از اینکه من به حیث عضو مذاکره کننده تعیین شدم، ما نشست هایی داشتیم با زنان از قشرها و از گروه های مختلف و در نقاط مختلف افغانستان و پیامشان معلومدار، پیام مشخصشان یکی ای بود که دستاوردهای ما نباید که قربانی شود و حقوق اساسی زنان افغان نباید مورد معامله قرار بگیره. پیام سومشان این بود که ما آتش بس میخواییم، از جنگ خسته شدیم، اولاد ما کشته میشه، مردای خانواده ما، شوهر، برادر، پدر
کشته میشه و همه روز خون افغانها ریختانده میشه و این جنگ باید نقطه پایان گذاشته شود و تا آتش بس نباشه اعتماد بین دو تیم شکل نمیگیره و توسط آتش بس هست که اعتماد شکل میگیره و ما میتونیم نتیجه مثبت را از این حالت بگیریم. خانم سرابی، از زمانی که این در حدود 7 ماه میشه، شما من حیث نماینده زنان افغان در دوحه با طالبان به بحث پرداختیم، آیا روزانه با زنان افغان، مخصوصا زنانی که در طول ای 20 سال بر آبادانی کشور کار کردن، در تماس هستین؟ آیا جزئیات گفتگوها را امراشان در میان میگذارین؟ بله، خوشبختانه یکی از خوشبختی های ما است که ما تماس نزدیک با زنان افغان در داخل کشور داریم. نه تنها که زنان در داخل کشور، از همونطور که گفتم در زمانی که در دوحه هم هستیم، خوشبختانه امروز تکنولوژی موضوع کار آسان‌تر ساخته و ما همونطور که امروز شما تماس دارم، امروز گروه های مختلف زنان در زونها، در ولایات، در داخل کابل و حتی زنای خارج از افغانستان یا به اصطلاح پناهجویی که خارج از افغانستان است، ما با اونا تماس داریم و صدایشون رو داریم، برنامه های مختلف میگیرن، در این برنامه هایشان شرکت میکنیم. امروز بعد از برنامه شما هم در پوانتون کابل یک تعداد از جوانا برنامه گرفتن، ما در برنامه به مجرد که مصاحبه را ختم کنم در برنامه وصل میشم و این ما را بیشتر، در ضمن که ما را بسیار زیاد مصروف میسازه، اما خوشبختی ما است که با مردم در تماس هستیم. خانم سرابی، آیا تا کنون احساس کردین که در میز مذاکره ارزش ها، حق و حقوق زنان افغان به معامله گرفته میشوند و یا هم نادیده؟ ما همینجا هستیم، خوشبختانه 4 زن قوی در میز مذاکره حضور دارن. ما برمی هستیم که ما نمیخوایم سرنوشت را که نسل ما، نسل که ما فعلا بالاتر از 60 میرم، ما تجربه کردیم تا این سرحد رسیدیم. ما میخوایم که اولاد ما آرامتر از ما زندگی کنن، گرچه که نسل شما، نسل دختر ما، نسل اولاد ما متاسفانه جنگ های سخت را تحمل کردین، مگر آینده تون باید روشن باشه. نسل آینده باید از ما که بهتر زندگی کنه، نسل آینده باید مبارزتر باشه، در ضمن که مبارزتر باشه معلومدار زندگیشان از ما بهتر باشه، باید در غیر از او بودن ما در اینجا مفهوم نداره. پس استادگی میکنین خانم سرابی؟ بدون شک و می خاطر هستیم که باید استادگی کنیم و ما نمایندگی از تمام شما زنانی که در داخل افغانستان و یا زنانی که در خارج از افغانستان هستن، اونا هم خواهرای ماستن، اونا هم چشم امیدشان به طرف ماست و هم مخصوصا زنانی که در داخل هستن، ما نمایندگی میکنیم از شما. پس اطمینان به زنان افغان میتونی که به 20 سال قبل بر نمیگردن؟ ما به خاطر زمی هستیم که حقوق اساسی زنان را سرش معامله صورت نگیره. حقوق اساسی من حیث یک شهروند، آنچه را که در قانون اساسی من حیث شهروند حق مساوی به زن و مرد افغانستان داده شده و روی از این موضوع استادگی خود کردیم و استادگی میکنیم. در مدت زمانی که خانم سرابی شما من حیث یک عضو هیئت مذاکره کننده در دوحه با طالبان و مذاکره پرداختیم، دیدگاه طالبان تغییر کرده؟ آیا شما تغییر در دیدگاه طالبان نسبت به زنان افغان میبینید؟ ما مجموعاً اگر خوب معلوم دار میتونه آدم طالبان را به چندین کتگوری یا به چندین بخش تقسیم کنه. یکی در کسایی که به حیث افراد سیاسی در داخل در دوحه هستن، یکی در کسایی که جنگاور هستن، یکی در افراد دیگه هم که سیاسی هستن و در داخل افغانستان یا خارج از افغانستان جاهای زندگی میکنن. افرادی که در دوحه هستن معمولاً به خاطر یک رای حل سیاسی آمدن و کوشش میکنن و نمود کنن یا که ما نسبت به حقوق زنها احترام قائل هستیم، اما ما میخواییم میره در عمل ثابت کنن که اینا واقعا نسبت به حقوق زنان احترام نسبت به اونا قائل هستن و او را احترام میگذارن. خانم سرابی، در مورد آخرین سفر آقای خلیلزاد به دوحه معلومات داریم؟ آقای خلیلزاد در دوحه به خاطر تصریح روند گفتگوها آمده و یا برای یک دولت انتقالی؟ و یا برای چی؟ یک دولت انتقالی. آقای خلیل نگفته نمونه که آقای خلیلزاد از مدتی که ما در دوحه بودیم یک تیم قوی از امریکایی ها در دوحه حضور دارن و همیشه در تماس هستیم. در پلیش آقای خلیلزاد رفت آمد میکنه. بدون شک سفر اخیری که در دوحه داشتن هم به خاطر تسریع روند
مذاکرات و هم به خاطر از اینکه یک ملمدار طرح را که داشتن، پیشنهاد را که داشتن، میخواستن نظرخواهی کنن از طرف مقابل طالبا و همچنین نظرخواهی هایی که در داخل افغانستان با رهبرا کردن، با تیم مذاکره هم در این مورد صحبت هایی داشتن. خانم سرابی، نشست هایی که در آینده نه چندان دور در مسکو و استانبول قرار است برگزار شود، معلومات کافی در موردش داریم؟ در این نشست ها که اشتراک میکنن از جانب افغانستان و جانب طالبان و روی چی مواردی به بحث میپردازن؟ خب، بدون شک معلومات داریم، اما برای ما مهم نیست که چی کسای شرکت میکنن. ما روی افراد نباید صحبت کنیم، خود روند برای ما مهم است که در این روند چی کار انجام میشه. متاسفانه تو فکر میشه که روند مسکو یا نشست یا کنفرانس مسکو بسیار به عجله اقدام شد و این فقط به خاطر عزیز که مسکو میخواید که یک دست داشته باشه یا به اصطلاح سهم داشته باشه در روند صلح فعلی افغانستان، و این خوب است که این اجتماع ملی قبلا شکل میگرفت و خوب میبود و مسکو و سایر کشورهای منطقه باید نظرشان در داخل در گفتگو دخیل میبود. هر قدر که کشورهای منطقه، چون جنگ افغانستان متاسفانه جنگ داخل مردم افغانستان نیست، درست است که طالبا یک بخش بدنی از مردم افغانستان هستند، جزی از مردم افغانستان هستند، اما متاسفانه جنگ ها به شکل جنگ های تحمیلی و جنگ های نیابتی است و او خاطر اجماعی که در منطقه و در کشورها شکل میگیره برای روند صلح افغانستان نهایت مهم است. و اجماع بسیار زیاد خوب بود که در ابتدا امریکا میتونست که نظر تمام کشورهای منطقه را بگیره. با این خاطر شاید مسکو فکر کرده که در حاشیه قرار گرفته و میخواهد که خود در متن داشته باشه و این خاطر ای کنفرانس برگزار میکنه. خانم سرابی، نشسته که به تاریخ 27 مارچ ماه جاری در استانبول برگزار میشه، شبیه نشست بن هست و قرار است این نشست کشورهای منطقه که در روند صلح افغانستان دخیل هستند دعوت شوند و روی یک حکومت انتقالی اینا فکر میکنن و همین را میخواین پیاده بسازن. حتی از حکومت افغانستان نیست دعوت شده تا در این نشست اشتراک کنن. شما من حیث یک عضو مذاکره کننده افغانستان و یک خانم چقدر خوشبین هستین به این نشست؟ آیا از جانب خانمای هیئت مذاکره کننده نیز در این نشست دعوت شده؟ آیا از خانمای افغانستان در این نشست کسی حضور داره، نمایندگی میکند یا خیر؟ یک موضوع را خدمتتان باید بگویم و خدمت مردم افغانستان، مخصوصا خواهرای عزیزم، که طرح و پیشنهادی که از طرف امریکا و از طرف آقای خلیلزاد آمده و سیاسون افغانستان هنوز هم ناپختگی های خود داره. ما یک چیز باید در نظر داشته باشیم که این و کنفرانس ها نمیتونه مسائل اساسی را در داخل افغانستان حلوجی کنه. ما نمیتونیم با یک کنفرانس که 4 نفر در 3 یا 15 نفر یا 30 نفر یا هر تعدادی که باشه در ظرف 3 روز تا 1 هفته بیش نه و تمام مسائل افغانستان حلاجی کنن. ما اگر روی یک اصول کاری تیم مذاکره کننده 3 ماه را صرف میکنیم، معنای این میده که چیزهای عمیقی وجود داره، مسائلی که عمیقی است که پیچیدگی های خود داره. این پیچیدگی ها باید گره گشایی شود، این گره هایی که موجود است، و این گره گشایی زمان به کار داره تا بتونن که بیشتر بحث کنیم. اگر هر کار به عجله شود، عجله یقینا که تاثیر خوبه در آینده مردم افغانستان نخواهد داشته باشه. اما اینکه بیاییم از لحاظ از اینکه از تیم مذاکره کی شرکت میکنه یا از زنان در داخل، هنوز همین مسائل مجهول است. متاسفانه سیاست ها در داخل افغانستان و حتی در جامعه بین المللی به صورت عموم به شکل بسیار عجولانه و با یک گروه از مردا مشوره ها صورت میگیره. شما چنانچه
در داخل کابل مشاهده کردیم که مشوره ها به صورت عموم با رهبران سیاسی مردانه صورت گرفت و بسیار کم ما البته بالای این موضوع را با جناب دکتر سب عبدالله صحبت کردم، اونا گفتن که خوشبختانه یک دو زن در جلسه شان حضور داشت، اما اکثرا این مجالس در غیاب زنها صورت میگیره و زنها در او سهم نمیداشته باشه و هنوز هم معلوم نیست که در کنفرانس ترکیه یا انقره چی تعداد زنهایی شرکت میکنه. برای از این که جامعه جامعه مردان است، طرز تفکر مردان است و اکثرا به زنها چانس کمتر داده میشن و احزاب سیاسی بیشتر افراد مردها را از درون حزب خود معرفی میکنن و متاسفانه در احزاب سیاسی زنها در یک گوشی از حزب قرار دارن که مسائلی که اگر مربوط به زن میشه گاهی اونا را در صحنه میکشن، در غیر از او اکثرا مردها تصمیم گیرستن. این مشکلات در داخل افغانستان ما مشاهده میکنیم، میبینیم و می خاطر است که هنوز هم ما بسیار واضح نمیفهمیم که چی منظره، چی گونه ای ترکیب اجرا خواهد شد. تشکر خانم سرابی. با تازگی سفارت فرانسه اعلام کرد که خانم سرابی جایزه سیمون بی فرانسه برای زنان را از اون خود میکنه و برای ایشان اهدا خواهد شد. در رابطه برای خانمای افغان، برای بینندگان خانم پرس معلومات بتین که این جایزه چیم از طرف سفارت فرانسه به شما داده میشه، شما آیا نامزد بودیم در این جایزه یا خیر؟ جایزه قسم است که یک تعداد از سی وی یا خلاصه‌نامه افراد جمع‌آوری میکنن که ما در روزهای اخیر خبر شدم که برنده شدیم و بعد از او از روی از او البته یک هیئت جوری است و هیئت جوری تعیین میکنه که جایزه به چه کسی برسه، از کشورهای روبرنگشاف، زنایی که در راستای عدالت و برابری جنسیتی کار کرده باشند و همچنان در موضوع سال. البته سیمون وی خودش یک زن بسیار مبارز در فرانسه بوده و تا سالهای اخیر در 2017 زنده بوده و به حیث وزیر صحت کارهای بسیار بزرگ را انجام دادن و رئیس جمهور فرانسه یک جایزه را به نام اونا رقم زدن یا به اصطلاح نامگذاری کردن. بعد از اینکه هیئت جوری موضوعات ملاحظه کردن یا ارزیابی کردن، جایزه را با یک شخص به اصطلاح اهدا میکنن که به صورت مجازی از وزیر خارجه فرانسه ایره دریافت کردم و همچنان رئیس هیئت جوری و بیشتر ما در یک بخش کار میکردم زمانی که در شورای عالی سال بودم. یک پروژه بود که به نام مادرای سال و این مادرای سال در حقیقت یک شبکه بود که میتونست در سراسر ولایت افغانستان گسترش پیدا کنه، اما ما تانسته بودیم در 9 ولایت با 90 زن رابطه بسیار محکم به خاطر صلح سازی و صلحبانی و ترویج فرهنگ صلح کار کنیم و کار بسیار خوب پیش می رفت، اما نظر به مشکلات یک مدت توقف یافت و این بیشتر امین پروژه را کمک میکنه ای جایزه. ممنون خانم سرابی، یک جهان سپاس از وقت گرانبهایتان که در خدمت ما گذاشتین. خوشحال شدم از صحبت با شما. تشکر از شما، سلامت باشین، سپاسگزار هستم.